سلام بیننده‌های عزیز، نشر نوبتی برنامه نوبت دکارو مستقیمان بعد از بازی‌های دوری پنجم در زیرگروه بی رقابت‌های لیگ اولی فوتبال کشور منظوری شما میکنیم و من بابا خال مرزاده همراه من مربی شایسته تاجیکستان زویر بابایف و اطرافی بازی‌های آخری دوری پنجم حرف میزنیم و خاطرتون میکنیم بیننده عزیز که چند لحظه پیشتر دو بازی آخری گروه بی با اشتراک دسته‌های رگارتاداس خوجان و خاتلون حسیلوت با انجام رسید و بعد از این نتیجه بازی ها دسته خوجند و حسیلات موقع خود را برای باقی ماندن در لیگ اولی فوتبال کشور برای موسم 2024 مستحکم نگاه داشتند و متاسفانه برای هواداران رگارتاداس تیم مذکور از ادامه رقابت های لیگ اولی فوتبال کشور به نصیب ماند برای موسم آینده و در تاریخ باشگاه مذکور این باری دویم شود که تیم مذکور از ادامه مسابقه به نصیب میشود. حالا ما پیوست میشویم سر اول با ورزشگاه تالکو آرینا که همکاری ما پرویز محمد امین آنجا با ما در خط علاقه است و اطراف این بازی فکر و نظر خود را بیان خواهد کرد. پرویز بار دیگر درود و چی اتفاقی افتاد که رگارتاداس در زمین خود نتوانست بر خوجان دست بالا شود و نتیجه خوبی را برای خود تامین کند؟ ما دیدیم که بسیار یک بازی پرهیجان بود، مخصوصا دقایق آخر رقابت. خب نظر شما در عموم اطراف این بازی چی است و چی حادثه ها را بعد از این رقابت شما دیدید که می توانید حالا برای ما نقل کنید؟ تشکر زیاد بابا، بار دیگر درود میگویم به شما با تمام بینندگان و واقعا هم چطور شما گفتید بازی بسیار پر احساس بود در میدان تالکو آرینا و تمام رفت این رقابت بیانگر آن بود که رگار میخواهد تحت رقم یک بازی کند، بیشتر هجوم کند و غلبه که برای آنها چون آب و هوا لازم بود بهر بقا در لیگ اولی برای آن مبارزه ارزنده بردن، یعنی از ته دل تلاش کردند و شاید همین عامل هم کم تاثیر خود رو رسونید. از حد زیاد آنها روحان و روانان برای غلبه مبارزه می بردن، از هر یک ناکامی خود، از هر یک حالت که توپ رو از دست می دهند یا اینکه پاس های نادرست به یکدیگر می شوند، خیلی و خیلی عصبی بودن فوتبال بازان دسته رگار، این خطاهای زیاد رو در پای داشت و ببینید که دو عامل اساسی رو می توانیم در بخت دسته رگار در همین بازی و افتیدنش از گیم لیگ اولی اشاره کنیم. دخترش اینجا مساوی بود البته با اشتیاق رگار و خوجان. اشتباه یکم این اشتباه دروازه‌بان بود. ما و شما دیدیم که دروازه‌بان کوای گوتسن چگونه به خطای بسیار دغل راه می دهد. این بار اول نیست بود در روزبانی مذکور، قبلا با کوکتوش در همین میدان عینن همین گونه اشتباه از سوی او دیده شده بود و بعدا حتی حالت بود که نزدیک بود همین خطای خود رو بار دوم تکرار کند در روزبان کوای گوتسن. خوب با عامل دیگر در باخت دسته من فکر دارم به هر حال رد دارد به فشاری که در همین میدان عموما احساس میشد و خودی رگار از فاکتور رقم ها هم برمیواد که در این موسم تنها دو بار در میدان تالکو آرینا غلبه کرده است. این بنیاد کم است برای دسته رگار، در حالی که آنها در میدان خود 11 بازی گذروندند، تنها دو پیروزی اون هم در ماه اپریل در ابتدای موسم بر مقابل دسته های حسیلات و خاتلون به دست آورده شد. دیگر بازی که در ورزشگاه خانگی بود مدام با مساوی و یا اینکه با باخت این دسته، مخصوصا در رقابت ها با دسته کوکتوش باز شده بود. و بعد از خاتمه این بازی ما شاهد حالت شدیم که چگونه مخلصان اشدی دسته رگار اظهار ناراضگی کردند و تو آنها پیشنهادها داشتند در مورد ایواز گویم ستاد مربیان و آوردن محمد جان حبیب الله، همان مربی معروف و موفقی که در گذشته رگار را 6 مرتبه قهرمانی تاجیکستان کرده است. علاوه بر این باید گفته گذارم که خیلی و خیلی همان حالتی که وار دخالت کرد و در آخر گل رو بکار کرد، بحث نظیره را به وجود آورد. بسیاری از نمایندگان دسته رگار اشاره میکردند که باید فاکتور انسانی هم اینجا به اعتبار گرفته شود، یعنی همون حالت تنها پای خود رو کشاد میکرد گویم دفاعگر مرکزی بختیار قلندرف و اصلا یگان خلل به دروازه‌بان نرسوند. ولی چون ما بعد از خاتمه این بازی با دوران هم صحبت شدیم، اونها گفتند اینجا دو عامل است، یکم این که بختیار قلندرف در حالت آفساید است و نزدیک به دروازه‌بان، دوم پای خود رو کمی میکشد، این خانوخو توجه دروازه‌بان رو به سمت دیگر بردن ممکن، یعنی همین دو عامل رو به اعتبار گرفته گلی زده فوتبال بازان دسته رگار رو در دقیقه 94 بعدن بکار کردند. بله پرویز، واقعا هم همین گونه است که در همین حالت دفاعگری دسته رگار چیکار میکنه در جریمه گاه و این تا یک اندازه بر ضرر تیم رگار تداست شد. ما خوب میدونیم که در فوتبال معاصر این لحظه ها رو داوران حساب میکنن، یعنی آفساید با قید میگیرن. برای همین فکر میکنم لحظه ای که داور بوار هم این حالت رو تحلیل کرد فکر میکنم دقیقه درست هم بود. اما سوال اساسی این است که
حالا رهبریت دسته رگارت اداس چی نظر دارند بعد از این حالات؟ چونکی سالهای اخیر حالاتی دسته رگارت اداس بسیار خوب بود و بعد از اون که اون سالهایی که دسته باری اول از لیگای اولی به لیگای یکم رفت تمامی مدیران دسته از مقام برکنار شدند. حالا چی به نظر گرفته می شود؟ شاید تمامی رهبریت دسته رگارت اداس می خواهند باز کار را برای دیگر کس گذارند و چون در فوتبال همین گونه عامل است، مربی وقتی نتیجه نمیدهد حتما از مقام خود می رود، مدیران دسته هم باید همین گونه باشند. شما چی نظر دارید پرویز؟ تشکر بابا. در این مورد ما روسی با رهبریت خودی دسته رگار هم صحبت نشدیم، اما همون فکری که شما گفتید مخلصان این دسته جانبداری کرده ایستادند و من سوال را به سرمربی دسته رحمت الله فضایل هم دادم که آینده فعالیت شما در دسته رگار چگونه خواهد بود. او گفت بعد از چند مشورت می شود با رهبریت دسته و ما بعدا خلاصه نهایی خود را می برآریم. در واقع یکی از دسته های صاحب نام فوتبال کشور، دسته ای که بعد از استقلال بیشتر از همه در مسابقات داخلی تاجیکستان غلبه دارد، یعنی هم در چمپیونات و هم در جام دوامی سه سال اخیر می شود، بوری دویوم از رقابت در لیگ اولی محروم شده است. این هم در حالی است که شرایط هایی که رگار دارد از بسیاری از دسته های دیگری لیگ اولی فرق می کند و این دسته یکی از دسته های از همه گویم از هر جهت تامین در لیگ اولی اعتراف می شود که حتی فوتبال بازان این دسته در گرفتن مزد معاش خود یگان مشکلی ندارند، حتی قسمان بعضی از آنها پیشکی هم مبلغ های مزد معاش خود را دریافت می کنند. و بابا جان، من الان می خواستم توجه بینندگان را به صحبت که با مربیان داشتیم جلب کنیم، نخستی شده به سوال های ما سرمربی دسته رگارت اداس رحمت الله فضایلوف جواب داد و بیاید فکر نظری او رو اطراف این بازی و نتیجه که امروز به قید گرفته شد میشنویم. آقای رحمت الله، نتیجه بازی و من حرکت فوتبال بازان خودتون رو در رفت رقابت امروز چگونه شرم میدید؟ چطور ما دیدیم رگار فعال بود، امکانات خوبی گل زنی ولی غلبه کردن نتوانست. Прежде всего, да, нас устраивала только победа, невзирая на тот результат, который играли Хатлон Хаселот, мы кровь из носа и готовились, и установка была играть на победу. Я думаю, игра получилась хорошей, но именно страдаем в конце реализации и последний пас. К сожалению, проблема, но я думаю, было все преимущество и моменты, но опять же, в таких играх такие грубые ошибки, как допустил наш вратарь, к сожалению. Я был уверен, если мы бы не пропустили, то в конце, хоть в добавленном, один гол всегда в каждой игре мы забиваем. Ну, так получилось, что вылетаем в высшие лиги. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживал нашу команду, кто верил. Надеюсь, ну, в любом случае жизнь продолжается. Будем думать о будущем. Мы در همین موسم یکم بر نیست که هم خیلی خطای جدی در روزبان شما رو میبینیم، پیشتر در مقابل کوکتوش در همین میدان، امروز در این بازی حساس. آیا فکر شما پیش از بازی نبود که مثال در روزبان رو ایواز کنید و با در روزبان دست پرور خودی رگار دلیر عزیزوف امکانیت؟ Ну, в последних играх Годсон довольно себя неплохо проявлял, более надежно играл. Из-за этого было доверие ему возложено. Но, к сожалению, никто от ошибок не застрахован. Но так получилось, так как получилось. Холата, какие голи дюйми футболбазоне шмо будут, ва он ро вар бекор кар. Чего в там это он и дар хамон бора? Ну, у меня такой принцип, характер, не обсуждать судейскую работу. Но так как получилось, к сожалению, вар лишил нас высшей лиги. Я думаю, что если так разобраться, я думаю, гол должен был засчитан быть и победа за нами должна была быть. Яны ки амо харакати пой асуи Бахтиёр Халандаров ич таъсир намерасонид бар рафти зарбазани ва харакати ки баъдан дарвозабони дастаи Худжанд. Ну, в принципе, надо просмотреть еще то, что мы увидели. Он не создавал помехи вратарю, а то, что ногу он тянул, он мяча не касался. Я думаю, здесь чистый гол. اون نقشه که در برای ما دکر بود در این بازی خیلی پر اجرا شد، زیرا که به حریف غلبه ضرورتر بود نظر به ما، زیرا که از روی جوگرشوی دست ها در تبلیغ به ما مساوی کفایی بود. برای همین از خط دفاع باز نمودیم، میخواستیم که در اون نقشه عملهایی که به ما دکر بود در بازی اجرا شود و یکی از آنها اجرا شد، خطایی که از جانبی دروازه‌بان پیدا شد. توانیس حمله گریم و کپتین دسته
بفودیم و گل زند از این سبب نقشه البته کمبود بود در وقت بازی حریف چنون که در میدان خود است پرقوت است خصوصا در مرحله دومی موسم رحمتالله فضایلوف بچه خود رو خوب رو دعوت کرد اسپت بازی خیلی خوب بودن لیکن از روی جدلی مساوی خود به ما مساوی بس بودن برای همین از خط دفاع باز نمودیم به همگان رحمت به بازنگران در اول دیومش به تمام اون مخلصانی که در طرف ما بودن موسم برای ما خیلی مشکل بود از سر سال از آغازش گفتم ممکن است که بدبخترین موسم از اون مشکلی که به سر ما زد اون کمبودی که به سر ما زد این در حالی که حالت مالی دست خوب گفتن ممکن است البته هستند پرابلمی که حل میشوند لیکن اونها بعضی وقت میشود که مثال مزمنت بازیگران کانتر کفا داده میشود لیکن این چیز در همه دست واقع است برای من موسمی خیلی وزین بدبخترین باید بود میگویم اون نویسندگانی که در فیسبوک اینستاگرام می نویسند اونها نمیدونند که این چیزها رو خودی بازیگران پدر مادران ها خواهرانشون برادرانشون می خوانند این چیز از جهت روحانی برای ما خیلی وزنی بود و همین بود که از جهت روحانی بچگان رو ایمین نگاه داشته همه فشار رو به خود گرفته با اونها فقط آرامی دادن دکار بود که به میدان برایند از روی نقشه کار کنند خب همون طوره که بابا جان ما از صحبت مربیان دریافتیم ابتدا رحمتالله فضایلوف و بعدم فاروق معروفیف هم فکر نظر خود رو بیان کردن در واقع فاروق معروفیف اشاره کرد که اونها از ابتدا خیلی خوب میدونستان که اگر برای چی بازی میکنند یعنی برای غلبه و مخصوص خط دفاع رو انتخاب کردن از اشتباه حریف ثمرناک استفاده بردن و بعدن توانستان که نتیجه خود رو به دست آورند برای خوجند هم موسم هموار نبود پر از شیب و فراز بود این موسم و سرمربی دسته خوجند اشاره کرد که حالا او هم نمیدوند که آینده دسته در موسم بعدی هم روی او خواهد بود یا نه ولی او مطمئن است که دسته خوجند به فرق از موسم های قبلی مخصوصا همین موسم که اصلا موسم بدترین گفت او در تاریخ دسته خوجند بود اونها در موسم بعدی پرقوت میشوند و یک عامل دیگر رو هم در آخر فکر دارم اشاره کردن اون ممکن در فوتبال همون طوری که میگویند پول نقش نمیبازد وگرنه ما شما دیدیم که در همین موسم فایسکنده که چگونه تامینات مالیوی دارد در کدام موقع است و دسته های دیگر ما که نسبتا از نگاه مالیوی تامیناتشان خوب بود مثل رگر در کدام حالت در آخری جدول مسابقه قرار گرفتند تشکر زیاد پرویز سلامت باشید ایسوری سپاس با شما و جمع همکارانمون که برای ما از داخل ورزشگاه معلومات های مفصل دادید خب بیننده عزیز پرویز محمد امین بود شوریه بوزی همکاری ما که در مکانی برگزاری رقابت حساسی دستای رگر تدس و خوجند قرار داشت با مربیان صحبت کرد اطرافی لحظه های حساس بحث و مناظره کرد خب ما بالاتر اشاره کردیم که دو رقابت برگزار شد دیداری اخیر در گروه بی با اشتراک دستای رگر تدس خوجند یک بر یک و ختنان حاصلات یک بر سه که این باعث شد که خوجند و حاصلات موقع خود را برای باقی ماندن در لیگ اولی مستحکم نگاه دارند و به واسطه بیاید اکنون به لحظه های بوزی دسته خوجند رگر تدس برمیگردیم یعنی این یک نتیجه بهترین برای رگر تدس است واقعا هم بسیار جای تاسف است ما البته نمیخوایم یک نفر یا چند نفر رو گناهگار کنیم ولی بوزی نشون میدهد موسم نشون میدهد که در دسته رگر تدس کاری درست رو به راه مونده نتوانستند شما چی نظر دارید فکر میکنید شما درست قید کردید در حقیقت همین در یک ضرب مسئله خوب است در مردم ما مردم توجیک غشت اول یعنی اگر غشت اول که کج رفت تو آخر کج میرود یعنی بسیار خطایی دیده میشد اگر همه خیر ما گیریم مثلا یک مربی که از کور میرود چنین یک دروازه‌بانی بود که همین خطایی ها میکرد مربی دیگر میبیاد با همین دروازه‌بان چه مربی ها شما نمیبینید که فرق ندارد که تا شما آمدن همین بازینگر چه بازی میکرد یعنی اینجا نقش مربی دروازه‌بان هم اولین درجه است بله نقش مربی دروازه‌بان از همه پیش جوابگر است برای اینکه اگر مثلا من اگر مربی باشم مثلا که ناو در دسته بیام البته من نگاه میکنم که سر کرده از ترینر های دروازه‌بان یا دیگر چه کار میکنن اینو و چه کار هم کردن
گفتنی ده حیرت میمونه که همین در این روز همین دروازه بون نقش کلون بازید با نفع خوجان و احسان هم باید با خوجان گوییم که اونها ایرودا نشون دادن در یک بازی سفری و توانستن نتیجه مساوی رو نگاه دارن پیش از هم چطور بابا جان اگر ما احسان هم میتونست گفتم بر با کماند ریگر اگر دروازه بون خوجان هم خطایی میکنه که نکرد ما احسان گفتن نمیتونیم بله و واقعا هم ریگر اینک بوری دیوم بیننده عزیز از ادامه در قوات های لیگ اولی بنصیب میشود خوب بیاد اکنون به لحظه های خفنو در قسم اول توجه میکنیم فرصت های بوزینگران لیگر تاس ببینید چگونه زیاد بود در یک اولاد انور مرودوف میتوانست در بله دسته خوجان رو رخنه کند ولی ضربه او رو دروازه‌بان ایرانی تیم خوجان خیلی خوب بله برگردونید و بسیار لحظه خوب هم بود عمان برتری دسته لیگر تاس در قسم اول خیلی و خیلی زیاد دیده شد اما اونها از فرصت های خوبی گلزنی استفاده برده نتوانستند و بعدان با آغاز شدن قسم دوم بازی ببینید که چگونه حمله دسته خوجان آغاز شد دو دفاعگری دسته ریگر اینجا اشتباه کردند چه ممکن است که دروازه بان گرفته به حملگر جهانگیر ارگش به حملگر گویا یک توفه کرد بله. اینجا دفاعگر هم میتونست نگم کار کنه که دفاعگران هم ضعیف بودن بله. در همین حالت ای بی دو دفاعگر نیست ببینید چگونه هر دو علیشر خولمرادوف و نفر دیگر نه من فکر نمی کنم ای بی اینو برای چی در روزمون دیده است که دفاعگر شده شده در دفاعگر میتونسته از طرف چپ خود لیکن نمیتید به حجوم کننده میتید گویا که اونم وای شمی سرخ پوشیده باشد این خیلی نیست که آخی بله این در روزبان یکم باره خیلی نیست همی خیلی میکنه بله. و برای وای وزی مرابی میکسون که مرابی میگه که همی خیلی که شد همی خیلی شد نه اگر ما مرابی ها همی که شد همی خیلی شد ما چه به مرابی میشیم بله. یعنی که در روزبان وقت خطایی میکنند در مرابی پیشتره اینا در روزبان دیگه ندارن بله خب بعدان در ادامه رخوبات باز فرصت های دیگر بود از جمله برای بازینگران ریگر تاداس اونها می توانستند خیلی بر وقت حساب بازی را تاخیر بدهند و بعدان خود بختیار قلندروف دفاعگر این دسته در دقیقه 74 می رخوبات توانست با یک ضربه خیلی هم محکم دروازه دسته خوجان را رخنه کند و شانس ریگر تاداس را حتی برای پیروزی در این بازی بیشتر کرد یک گل بسیار زیبایی که مخلصای فوتبال هم الهام گرفتند که تیم ما در لیگ اولی میماند که افسوس که بله نشد. بله و بعدان خودی فوتبالزون دسته خوجان هم امکانیت خوب داشتند بله. مخصوصا جهانگیر ارگاشف ببینید که میتونست گل دوم بزنه بله فرصت بسیار عالی داشت از میان چند نفر گذشت و حالتی گویم که خوبی گلزنی رو به میان آورد اما ضربش از پهلوی دروازه بابا جان یک چیزی من اعلام میکنم که در حقیقت هم هر دو دسته برای غلبه بر اومدن بله در این حالت شما چی فکر دارید چرا بختیار قلندروف بازینگری که تجربه دارد در همین حالت در حالت آفساید قرار میگیرد اگر اون نمیبود ریگر بله بله من نمیدونم که برای چی این بازینگر در اینجا در همین حالت بود اینا ما نمیدونیم یکی اون چیزی که وار یا که قانونی واری که این روزه بود دوباره همون چیزی رو برو آوردم بله مثلا که ما هیچ گفتن نمیتونیم که گل بود یا گل نبود لیکن ما دیدیم که دوبار نشون داد که گل نبود حتی با دیدن سیستم وار بسیار کمک کردن اینجا یکی از دوبارهایی که بهترین است در فوتبال ما در فوتبال ما بله واقعا هم و بیننده عزیز بسیار لحظه های خوب هم بود ریگارد تا دست تو لحظه آخرین تلاش کرد برای زدن گل دوم ولی موفق نشدند از آفساید گل زدن این تو یک اندازه امیدی طرفدارین دسته ریگارد تا دست رو هم تاخیر داد اونها دعوا کردند با دوباری کنار و حتی انتظار بودند که دوبار وار رو ببیند و دوبار این چیز رو دید و به خلاصه اومد که اینجا واقعا هم آفساید صد درصد است. چرا اضافه میکنم بابا جون که همین بیدار شدن دیر بیدار شدن یعنی که در تو همین درجه هم تیم خوجان و هم تیم ریگر همین بازی را انتظار بودند بله. و اینقدر وقت من میگم که خوجان میتونست که با کماند خطلان غلبه کنه بله. ما ایروز دیدیم که حسیلات در سفر غلبه کرد بله اچون خوجانجان نمیتونستن که بر نمیتونستن یعنی که بله. کماند ضعیف است یعنی بله. که در تیم بسیار نارسایی است بله. مربی ها باید همین سری همین کار کنن باید بله. همچنین تداز این فوجه کردن در کار نیسته بله. تداز یعنی... اگر تداز پر سال همین در چند سال پیش در لیگ یکم بود بله میگم نه باز یکم لیگ را یعنی که اون چیزی که اینو کردن یعنی همین خیلی که بازی کردن بله بازیشون ضعیف بود بله
البته که ضعیفونه بازی کنه اون یک کماند ترق میکنه دیگه کماند چی میسته بله از بین خوجان رگر حسیلات یک تیم حتما باید میرفت که امروز معلوم شد با جا ما تشکی از این شما من سوال دادید من شما در گب زدم با شما پیشگوی هم کرده که بازی مصابی میشه برای چی من پیشگوی کردم چون متخصیص من حساب کتاب کردم که همین کماند در همین شب و روز اجیت روحانی ضعیفتر است نسبت خوجان نسبت حسیلات فرخور دیدید که حسیلات فرخور چی میگه به مخلصا میگه که من من شرمنده شما هستم یعنی که من شرم میدارم لیکن این مربیو چون همین خن نمیگن یعنی که مخلصا مراجعت نمیکنن یا با مخلصون گفت و شنید نمیکنن بله تشکر زیاد و یکی از مخلصون دسته رگارت داس در پایان همین رقابت بسیار با غم نظر خود رو وابسته به بوزی به حالت دسته رگارت داس بیان کرد به گوش میاندازیم بیننده عزیز بعدا با صحبت رو ادامه میدیم میکنم تو که هم استرداد کنیم ما انشار مسکو اومدیم چطور برای گرد دست گیری کنیم 20 سال می جوای پیشتم فوتبولم خپیدنم بردنم سرم کردن زدنم لگی ایم فوتبول نموندم تو سری پدر مودن ما اومدم برای چی در دسته خوجان بسیار نوگونی می شود در دسته رفشان مخلصان آزاد می توانند گپ زنند برای چی مخلصان دسته رگر نمی توانند در برنامه اشتراک کنند بابا خالمرزاده یک از ژورنالیست پیشرفته وست میر بگم خطونه میکنیم تو همه جا رفتگه برای چی ما مخلصان فعال تیم ملی منتخب رو شما دستگیری نمیکنیم بعد برنامه خود تکلیف نمیکنیم برای چی ما اگون کس کمبودی داریم دسته رگر تا خیلی بودجه کلون دارد اگر بودجه همین دسته رگر رو کوکتوش یا که فایزکان می داشت امروز کوکتوش فایزکان در حالت نمیشید چی با در دیگر دستان نفگونی و میشود در رگر نمیشود ما شخصا اینو می کلی مخلصانی دسته رگر تا دست اینو می 500 هزاره اولی شهر ترسونزوده از همه خواهش میکنم از همون نفرانی که در فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشهر اورونوف محترم علیشهر اورونوفیان که هم نفرانی که دستگیری میکنن ما مخلصان میخوایم که در دسته رگر تا دست نوگونی شود و از سال آینده رگر به لیگ اولی برگردد و یک ترینر اینا محمد جان ابیبلویف یکی از سرمربیان بهترین تاجیکستان است که رگر رو 6 بار چمپیون کرده که برای چی هیچ کی فرار نمیکنه انا اون نفر در ثمره فدراسیون روسیه قرار داره ما میخوایم انا اون نفر بیاید در لیگ یک بازی کنه برور رگر لیگ اولی در خودش سرمربی دسته شود ما مخلصان رو میخوایم دستگیری کنین رگر بودجت زور داره لیکن ما مخلصان را هیچ کی گوش نمیکنه التماس چوره همین چیزا بینین یک مربی ناز بیارین رو کاوس مورا علیش کنین این هم قدر گپ دون بسیار جای تاسف است بسیار افسوس است مخلصان رو فهمیدن ممکن است بسیار احساساتی بلند واقعا هم حتما در برنامه بعدی ما مخلصان دسته رگر تاز رو دعوت میکنیم اندشه اون رو خواهیم شنید و در این شب روز ما هم در برابر مخلصان رگر تاز برای رفتن دسته رگر تاز غم میخوریم چون که واقعا هم رگر تاز یکی از دستایی بود که شریف فوتبال کشور رو در مسابقه های سطح بلند برد شما هم یک مرتبه با این دسته چمپیونی تاجیکستان شده بودید و شش مرتبه محمد جان حبیبولویف یکی از مربیان فوتبال کشور ما هم موفق شده بودند به هر صورت بسیار علم‌آور است برای طرفداران دسته رگر تاداس واقعا هم ما باور داریم که دسته بعد از یک سال برمیگردد به لیگ اولی و باز میتواند از خود درک بدهد و ما امسال اطمینان داشتیم که با این شرایط با این بازی دسته میتواند در پایگاه چمپیونی هفته رو تلاش کند ولی از چی باشد که دسته برای باقی ماندن در لیگ اولی مبارزه برد و تمام شانسش را از دست داد و شما هم بسیار فکر میکنم در این لحظه ها پر احساس بودید چون شما هم یک عضو رگر تاداس به حساب میرفتید ما هم خیلی گفتنی هستن که ما پیش از بازی هم تکرار کردم که نوابسته کی سرمربی میشود و کی در راه بیاریت میشود یک التماس زویر بابایف همون دسته که شما در لیگ اول جمع میکنید کار تا همون زواد میگیم یعنی همون کارخانه یک روان اما راهبری همون کارخانه کتی یک جایی ببینن که چخیل همین در همین جا آدم ها فعالیت میکنن فعالیت بسیار دشوار است کار دشوار است و در میدان سر کرده از سرمربی یا که از راهبریت دسته و بازینگران حس هر یک بار حس کنه که همون مبلغی که شما میگیرید وابستگی دارد از کاری آنها از کاری آنها بله واقعا لیکن افسوس دویم درجه دودره که ما مخلص از روسیه گپ زد اون وقتی که ما مخلصا داشتیم ما مخلصای اشدی داریم که ما همونا رو نمیبینیم در و حتی یو داریم که ورزشگاه دسته رگارت است پر از مخلصون بود و حالا باشد خیلی کم افسوس بین دسته و مخلصان
یک مهربانی گویم یک علاقه نیست بله علاقه نیست تشکر زیاد بله تشکر زیاد و فکر میگنیم که همچون تیمی خطلان بله و ریگر تداز سال آیان مبارزه میبرم برای برگشتن به لیگ اولی خب بازی دیگر بیننده عزیز در ورزشگاه پختکور شهر باختر با اشتراک دسته خطلون و حاصلات برگزار شد دسته حاصلات یمین سپونی با حساب 3-1 در سفر خطلون شکست داد و یکی از گل های دسته حاصلات حالا دست یافتن امکانیت منظوری ما و شما می شود که چگونه در این لحظه فوتبالبازان دسته حاصلات توپ را به دروازه دسته خطلون می زنند و پیروزی کامل خود را در این رقابت تامین می کنند این گل سعید مختار عظیم بود که زده شد گل دویوم که در جریان این رقابت به هدف رسید و یادوار میشیم که در دقیقه ششم رستم کوچکارف از خطلون حساب رو باز کرد در دقیقه 37م عبدالخلیل برونوف حساب رو 1-1 کرد در دقیقه 60م سعید مختار عظیموف و در دقیقه 66م محمد علی عزیزبویف با زدن گل دست یافتند و همینطور پیروزی کامل دسته حاصلات رو تامین کردند و یک چیز رو باید گفت که امین سپونی با گپی خودش مربی ایرانی ایستاد او گفت من حتما کاری میکنم که حاصلات در لیگ اولی باقی ماند پیش از همه گفتنی هستم که مثلا روحبریت دسته و مربی دسته و بچه دسته در حقیقت سرجم شدن بله. و سرجمی همین که در سفر غلبه کردن بسیار دشوار است بله. بینید که در یک جا مخلص عشق میریزد بله. برای که کماند چیکار کرد تر کرد دیگه بله. اولی در دیگر جا فکر میکنم در فرخور از مشکل مخلص عشق خرسندی میریزد بله. این فوتبال یعنی فوتبال ما از همین میبرد که بعد از بازی که ما دیدیم استقلال با روشن کلوب در کلوب جام بله. ما میبینیم که در حقیقت فوتبال ما میتواند رشد کند بله. میتواند قدمای خوبتر و بهتر کند البته این همه از کار وابسته دارد مسئولین کاری خچه کنند مربی ها کاری خچه کنند مخلصان باید چی باشند اشدی تیمشون را دوست دارند در همه حالت بله. نه اینکه در حالتی که مثلا این روز خطلان در لیگ اول تر کرد لیگ اولیه رو نتوبند برعکس کمانده داشتند همچنین مخلصان ریگری تدست بله. یعنی باید سرجم باید باشند برای لیگ اولی برآمدن هم دشوار است در این بله. شب و روز از گریم دیگه کماندا ها میخوان در لیگ اولی تلاش میتین که بله. لیگ یکم که در لیگ اولی برونن بله تشکر زیاد و از فرصت استفاده بوده تمامی طرفداران دسته حاصلات رو هم با این پیروزی با این مظفریت که دسته موقع خود رو با مشکلی در لیگ اولی نگاه داشت تبریک میکنیم و باور داریم که سال آینده از لحاظ مالیوی از لحاظ فنی دسته حاصلات باز پرقوتر می شود و یک تیم رقابت پذیر می شود ما اصلا ارزو داریم که در چمپیونات مملکت همیشه دسته های باشند مخصوصا در لیگ اولی که رقابت پذیر باشند یعنی برای تنها اشتراک کردن و بازی کردن نباشد باید از اول تا آخر دسته ها رقابت پذیر باشند و این میتواند به سطح صفت فوتبال ما به سطح صفت چمپیونات ما و حتی به تیم های جوانان و منتخب و المپی کمک خیلی خوب کند صدا سلام عرض میکنم به خسته نباشی به هر دو تا تیم امروز یک بازی خیلی حساسی بود آخرین بازی پنجگانه دوم بود برای باقی ماندن ما تمام تلاشمون کردیم و همونطور زحمت کشیدن بچه‌ها و امروز شاهد یک نتیجه خیلی خوب بودیم آرزو موفقیت میکنیم برای تیم حاصلات فرخار برحال این تیم حق مردم بوده من ازشون اینجا عذرخواهی میکنم شرمندم مردم فرخار برحال یک سیزن زیادی رو ما عذاب کشیدیم اذیت شدیم لکن توکلمون به خدا تا آخر روز و نتیجه لازم رو گرفتیم و برحال میریم استراحت تا ببینیم بعد چی میشه بیاید با جدول توجه میکنیم بیننده عزیز جدول مسابقه گروه B که دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بر وقت‌تر موقع خود رو مستحکم نگاه داشته بود خوجند هم امتیاز 26 خود رو به دست آورد و همین طریق در موقع یعنی هفتم دویوم گروه B قرار گرفت حاصلات با پیروزیش با 25 امتیاز در زینه هشتم قرار گرفت رگر تداز و خطلان باشند همین طریق با اشغال زینه های اخیر لیگ اولی را ترک گفتند و این دو دسته تاریخی فوتبالی کشورمون که بارها برنده عنوان قهرمانی برنده جام تاجیکستان و برنده دیگر جام های فوتبال کشور شدند سال آینده در قطار دسته های لیگ یکم برآمد میکنند و رقابت های لیگ یکم هم سال آینده بسیار
پر پچ توپ خواهد شد و باور داریم که خطلون ریگارتاد است باز برمیگردند با رقابت های لیگ اولی و ما اونها رو انتظار هستیم. حالا از لیگ یکم رسما معلوم نیست که کدام دسته رو خط میگیرن، اونجا پیش صف پنچر و دسته استراشان هستند و ما این دسته ها رو البته انتظار هستیم. شاید تیم های دیگر هم مبارزه برن، از جمله برقچی خیلی و خیلی نزدیکتر هم هست. خب حتما باز در برنامه آینده ما سر این مسئله برمیگردیم. بسیار رقابت های پر پیچ توپ، بازی های خیلی پرشدت صورت گرفتن و شاید مخلصان دسته لیگرتاد هست همین حالا جای تاسف میخورند که دسته آنها در لحظه آخرین فرصت رو از دست داد. مخلصان خوجند و حاصلات باشند، خرسندی میکنند. بله خرسندی میکنند و باز از فرصت استفاده برده طرفداران زیادی دسته خوجند رو هم تبریک میکنیم برای باقی ماندن دسته در لیگ اولی. خوجند اگر ببینید از لیگ اولی به لیگ یکم رفت، این یک فوجه خیلی کلان برای یک دسته منطقه شمال میکنین که همین مربی کی حاضر هم مربی است و هم دیرکتور کرو ایمسو وزبین چه برای این بچه بله بود یک از هم تبریک میکنیم که تیما تونیسکی در لیگ اولی نگاه دارد و یکی از وظیفه را باید بگیرد. همین خیلی هست که مثال بگیرم که یک شخص به شما میگه که شما سرمربی میشید؟ بله میشم. شما دایرکتور میشید؟ بله میشم. میشوم؟ نه، این دشوار است. یکی رو باید انتخاب کرد. اگر مربیگی باشد باید که مربیگی باید باشد. بله باید همین خیلی اینا هم بردباریو میخواییم در آینده با تیم ارتش. ارتش هم گفتن در روزی که در سفر دوران کردن و در لیگ اولی استادن این خوب است که کماندوی که مبارزه بردن و در حقیقت اینا تانستن که در لیگ اولی چیکار کنن، بوریو کنن و باقی مونن. بله واقعا هم و بوس رقابت های دیگر ادامه میکنن در گروه آ، اونجا برای زینه دیو مبارزه ادامه میکنن. روشن، کوکتوش و اسخاتا سه دسته که داوطلب هستند. استقلال خیلی از آنها امتیاز زیادتر دارد، برای این خاطر استقلال دریافت کردن هم فکر میکنم خیلی و خیلی دشوار هم هست. بیننده عزیز، یک بازی خیلی جالب دقت جلب کننده رو در دیداری اخیری گروهی بی با اشتراک دستای لگارتاداس و خوجند تماشا کردیم. خطلون حسیدات هم همین گونه بود. بیاید بردگر بر نتیجه بوزی ها توجه میکنیم و همین طریق بعد از نتیجه مسوی لگارتاداس و خوجند یک بر یک، خطلون حسیدات یک بر سه، دسته های لگارتاداس و خطلون البته از ادامه مسابقه به نصیب موندن برای سال آینده. خوجند و حسیدات موقع خود رو برای باقی موندن و هنرنمایی رو ادامه دادن در موسم سال 2024 ادامه خواهند داد. در پیش رو بیننده عزیز، در ماه نوامبر بسیار روزهای خوب و خاطرمان هست برای فوتبال ما، غیر از بازی های لیگ اولی کشور، همچنین لیگ قهرمان ها، جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازی های انتخابی جام جهان 2026 با اشتراک تیم ملی که تاریخ 16 و همچنین 21 نوامبر برگزار می شود. برای تیم ملی هم برور می خواهیم و باور داریم که نتیجه خوب رو شاگردان پیتر شگرت به دست می آورند و سر این موضوع باز در برنامه های بعدی هم همکاران ما هم برمیگردیم و تحلیل و بررسی خواهیم کرد. از زویر بابایف مربی شایسته تاجیکستان ایستوری سپاس میکنیم. رو افتاده نباشد، تیم سابق شما ریگر تداس مسابقه رو ترک گفت و هر صورت این حیات فوتبالی است. در فوتبال این گونه حالات خیلی و خیلی زیاد اتفاق میافتد. بیننده عزیز، در همین جا برنامه مستقیم 90 دقیقه رو به انجام میرسونیم. تو نشوی دیگر سیادمند و پیروز باشد. خیر.